به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض احترام دارم معذر شما بیننده های نهایت عزیز. امید است که خوب و خوش و سرحال باشیم و شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از سلسله درس های سواد آموزی از طریق تلویزیون معراج. امید است که تا آخر بیننده برنامه سواد آموزی باشیم و از داشته های برنامه استفاده نمایید. و تعداد از عزیزان و بزرگانی که کدام نظر دارم مشکل نظریات نیک و سازنده خود را با آیدی تلگرام که زیر نویس صفحه تلویزیون شما عزیزان قرار میگیره بر ما ارسال کنم. و تعداد از عزیزانی که فرصت به تماشا کردن تلویزیون نداره میشه که درس‌ها را از کانال یوتیوب معراج بیننده باشم که از درس سواد آموزی عقب نمانم. عزیزان بیننده، قبل از اینکه ما و شما درس شروع کنیم یک مرور کوتاهی داریم به درس گذشته. ببینیم که شما بیننده های عزیز آیا کارخانگی را انجام دادیم، لغت‌ها تکرار کردیم یا خیر. عزیزان بیننده، اگر یادشون بوده باشه ما و شما در جلسه قبل هم بازم کلمات داشتیم به حرف صاد، یعنی کلمات مشابه حرف صاد، و در اخیر برنامه هم بر شما عزیزان کارخونگی داده شد که برای حل لغت شما باید یک جمله بسیار مناسب بنویسیم. امید است که حتما این کار را انجام داده باشیم، لغت‌ها را تکرار نوشته کرده باشیم و همچنین عزیزانی که در خانه از شما املا گرفته باشم کارخونگی شما را چک کرده باشم که انشالله مشکلات شما عزیزانم حل شزینه یه. عزیزان در این درس هم میپردازیم به کلمات مشابه حرف صاد، با هم دیگر میخونیم، لغت‌ها رو تکرار میکنیم. امید است که شما کتابچه و قلم داشته باشیم، انشالله پیش تلویزیون نشسته باشیم، از درس استفاده نماییم. عنوان درس ما و شما عزیزان بیننده هست کلمات مشابه حرف صاد. عنوان ما و شما مینویسیم کلمات مشابه حرف صاد. خب حالا درس رو با هم دیگر شروع میکنیم، انشالله شما میشه که بیننده باشی و درس رو تکرار کنیم. درس رو از طریق سلاید میخونیم. کلمات مشابه حرف صاد، داریم لغت معنی. نصاب، اندازه معین از چیزی. نصایح، جمع نصیحت، پندها. نصب، برقرار کردن. نصر، کمک، پیروزی. نصر الله، اسم. عزیزان داریم نصاب. نصاب یعنی تعیین شده. نمیگیم نصاب معارف، یعنی تعیین شده از کتب معارف. نصاب تعلیمی یا نصاب تحصیلی، یعنی تعیین شده از یک چیزی. نصایح به معنای نصیحت کردن. نصایح جمع نصیحت پندها. میگیم نصایح بزرگان رو باید گوش بگیریم و با آنها جامع عمل بپوشیم. نصب، برقراری کردن، راه اندازی کردن. میگیم فلان برنامه رو به کامپیوتر نصب کردم یا به گوشی خود نصب کردم. نصر به معنای کمک، پیروزی. نصر به معنای کمک و پیروزی. نصر الله، اسم، اسم اشخاص، نصر الله. یک دفعه دیگه لغت رو تکرار بکنم. نصاب، اندازه معین از چیزی. نصایح، جمع نصیحت، پندها. نصب، برقرار کردن. نصر، کمک، پیروزی. نصر الله، اسم. مشک عزیز، سلاید دوستان عزیز، عکس بگیریم و یک یادداشت کنیم که با هم دیگر بریم سلاید بعدی لغت رو هم تکرار کنیم. بازم کلمات مشابه در ادامه حرف صاد با هم دیگر قرار داریم. صدمه، آسیب، داریم نصرت، یاری کردن، پیروزی، نصف، نیم، صبر، تحمل، بردباری، نصیب، قسمت. خود صدمه به معنای ضرر، آسیب. نمیگیم باید ما طوری زندگی کنیم که به دیگران آسیب وارد نشه. هر کاری که ما و شما انجام بدیم باید متوجه باشیم که به دیگران آسیب وارد نشه، یعنی صدمه نرسانیم. نصرت، یاری کردن، پیروزی، یاری کننده. یاری کننده همه ما و شما مسلمان ها کیه؟ الله متعال. داریم نصف به معنای نیم، نصف نان، نصف کتاب. نمیگیم نصف به معنای نیم.
صبر معنای تحمل کردن، بردباری، حوصله کردن. در هر کاری باید ما و شما حوصله داشته باشیم، صبر کنیم. نصیب قسمت، نصیب قسمت، قسمت کسی، نصیب کسی. نمیگیم خداوند قسمت کنه یا نصیب کنه یک حج فرضی بریم انشاءالله. یک دفعه دیگه لغت‌ها رو با هم دیگر تکرار میکنم عزیزان بیننده. صدمه، آسیب، نصرت، یاری کردن، پیروزی، نصف، نیم، صبر، تحمل، بردباری. نصیب به معنای قسمت. از این سلایدم دوستان نهایت عزیز میشه که عکس بگیریم و یکی یادداشت کنیم که با هم دیگر بریم سلاید بعدی لغت را تکرار کنیم. در ادامه حرف صاد قرار داریم. نصیحت، پند، نصیر، اسم، نواقص، عیب ها، وصول، رسیدن، دریافت، وصف به معنای تعریف کردن. نصیحت یعنی چی؟ یعنی پندها، نصیحت. ما و شما همیشه باید دیگران را در کارهای خوب نصیحت کنیم، همیشه مشوق باشیم، دیگران را نصیحت کنیم، پند بدیم که کارهای بسیار خوب و اساسی را انجام بدن. نصیر اسم، نصیر احمد، محمد نصیر. نواقص عیب ها، نباید ما نواقص کسی نمایان کنیم یا بگیم یا بیان کنیم. وصول به معنای رسیدن، دریافت چیزی شما رسید میکنیم یا دریافت میکنیم. وصول خود وصف هم تعریف کردن، توصیف کردن، تمجید کردن. وصف در وصف فلانی میگیم، صحبت میکنی تو یا شعر میگی. یک دفتگی لغت رو با هم تکرار میکنیم. نصیحت به معنای پند، نصیر اسم، نواقص عیب ها، وصول رسیدن، دریافت، وصف تعریف کردن. عزیز سلایدم دوستان نهایت عزیز عکس بگیریم و یکی یادداشت کنیم که بریم سلاید بعدی رو با هم دیگر تکرار کنیم. بازم در ادامه حرف صاد با هم دیگر قرار داریم. لغت معنی وصل به معنای پیوستن، رسیدن، وصال رسیدن، وصیت سفارش، وصیت نامه سفارش نامه، هم صحبت هم کلام. وصل پیوستن رسیدن، نمیگیم همیر وصل کن، یعنی چیکار کن؟ پیوند بده، رسید کن. و در وصال بازم رسیدن معنی میده، وصال، وصال حق. وصیت سفارش، کسی سفارشی داره وصیت میکنه، وصیت میکنه که همچو کار شما انجام بدیم، درس بخونیم. وصیت نامه سفارش نامه، کسی فوت میکنه قبل از فوت خود وصیت نامه برای اولادها خود، برای کسانی که بعد از او میمانم یک وصیت نامه مینویسه، یعنی سفارش نامه مینویسه. هم صحبت هم کلام، هم صحبت هم سخن، هم کلام. عزیزان بیننده، دوستان نهایت عزیز، شما تا وقت عزیز سلاید میشه که عکس بگیریم که باز بریم با همدیگر در سلاید بعدی لغات شروع کنیم که با حرف زال شروع میشه. ای آخرین سلاید بود از لغاتی که با حرف صاد شروع میشد. این رو شما یادداشت کنید دوستان عزیز که بریم با همدیگر لغاتی که با حرف زال شروع میشه بنویسیم. خب عزیزان بیننده، داریم کلمات مشابه حرف زال، دال و زال. لغت معنی آذر به معنای اسم، آذرخش، رد و برق، آذوقه، خوراک، آب و نان، آذین، زینت، اذان، بانگ نماز، آگاهی دادن. یک دفعه دیگه میخونم. آذر اسم، اسم شخص، آذر، آذرخش، رد و برق. نمیگیم رد و برق صورت گرفت، در حقیقت آذرخش خود معنی و رد و برق. آذوقه، آب و نان، آب و نان خوراکه. نمیگیم آذوقه زمستون بعد ما آماده کنیم. آذین بر علاوه که گل معنی میده، همچنین زینت، زینت دادن، زینت بخشیدن.
از آن بانک الهی موقع نماز از آن گفته میشه، یعنی آگاهی داده میشه که جماعت از موقع برپای نمازه. مرتبه دیگه تکرار میکنم عزیزان، داریم آذر به معنای اسم، آذرخش، رد و برق، آذوقه، خوراک، آب و نان، آذین، زینت، اذان، بانگ نماز، آگاهی دادن. عزیز سلایدم دوستان، نهایت عزیز میشه که شما عکس بگیریم و یک یادداشت کنیم که با هم دیگر بریم کارخونگی رو بنویسیم. بازم دوستان نهایت عزیز، ما و شما داریم کارخانگی. این کارخانگی به این لغات شما چکار میکنیم؟ بازم جمله می نویسیم. در حقیقت جمله بسازید یعنی چی؟ یعنی به هر یکی از این لغات عزیزان بیننده شما چکار میکنیم؟ یک جمله بسیار مناسب و قشنگ می نویسیم. داریم همصدا. همصدا بدونه که ما و شما سوا سوام بنویسیم. همصدا، هم کلام، هم سخن، هم حرف. لغت بعدی ما و شما هست هم سینفی. هم سینفی، هم درس. در یک سینف یک تعدادی به هم دیگر که درس میخونیم به هم دیگر هم سینفی گفته میشیم. داریم لغت بعدی ما و شما وصیت. وصیت چی بود عزیزان بیننده؟ به معنای سفارش، سفارش کردن. وصیت نامه، سفارش نامه نمیگیم. لغت بعدی ما و شما هست نصیحت. نصیحت هم دیگه میفهمیم دوستان و عزیز به معنای پند، اندرز، نصیحت کردن. داریم آذین. آذین چی بود عزیزان؟ آذین گفتیم آذین زینت بود، گلم معنی میده، گل آذین. دیگه داریم آذرخش. آذرخش، آذرخش، رد و برق. این رو میگیم با هم شماره گذاری میکنیم. ها اول، ما اول، سه اول، داده دو دو چارم. ها اول، ما اول، سه اول، اول، نم اول، فیفی. فیم رو با یا چندم میشه؟ ششم میشه. داریم و اول، سی سی، ششم. تیم اول وصیت. نصیحت، نه اول، سی سی، ششم. هی اول، تی اول. آه چارم، زی زی، زال خودی ها جنگ میخوره. ششم نونم اول. آچارم، زعول، رعول، خعول، شینم اول، آذرخش. تکرار میکنم لغت ها. هم صحبت، هم سینف، هم صدا، هم سینفی، وصیت، نصیحت، آذین، آذرخش. عزیزان بیننده، دوستان گرامی، ما و شما حرف صاد تمام کردیم، یعنی کلماتی که با حرف صاد نوشته میشد تا حد الامکان کوشش شد او تعداد از کلماتی که خیلی کاربرد داره و مهمه و روزانه ما با اونها سر و کار داریم برای شما عزیزان اونا درس داده شد. و از این درس ما و شما یک مقدار لغت شروع کردیم با حرف زال که ببینیم چه تعداد لغت و کدام لغت به حرف زال نوشته میشه. این رو با هم دیگر میخوانیم، تکرار میکنیم، مینویسیم و شما حتما حتما این رو تکرار کنیم که لغت های حرف زال رو هم قشنگ یاد گیریم. عزیزان بیننده، ای بود یکی دیگر از درس های سواد آموزی از دریچه معراج. امید است که درس مورد پسند شما خوبان قرار گرفته باشه. تا درس بعدی، برنامه بعدی، الله حافظ و نگهدار شما.